به مناسبت روز جهانی تسامح سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده بیانیه‌ای صادر کرد به گزارش شیویوز در این بیانیه که نسخه از آن به این خبرگزاری رسیده آمده است نظر به اینکه افرادگرایی نجات پرستانه و رفتارهای متعصبانه پیامدهای وخیم تاریخی بر جامعه بشری تحمیل کرده است جوامع بین المللی بر اهمیت احیای مناسبت روز تسامح تاکید دارند چرا که خواستگاهی برای نهادینه کردن صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت و همسانی بین ملتها و امت هست این بیانی افزود روز تسامح بیش از گذشته دارای اهمیت است. چرا که در زمان کنونی بسیاری از مجامع بین المللی شاهد جریان هایی هستند که تلاش برای نهادینه و حاکم کردن تسامح را برهم میزنند و آن را ناکارآمد و بی اثر می کنند. مسلمان آزاده افزود، وجود ایدولوژی های کینتوزانه و تحریک کننده به طور مستقیم یا غیر مستقیم انسان را به خشونت گرایی و ترویج خشونت تشویق کرده و علاوه بر این در برخی نقاط جهان فعالیت های مبتنی بر نجات پرستی، گرایش های دینی و بعضم فکری بر عرصه سیاسی حاکم شده و سیاست با استفاده از این فرصت جوامع ساده اندیش را با مشکلاتی فراوان روبرو کردند. در ادامه این بیانی آمده است، باید در این روز تلاش برای مهار خشونت در تمام اشکال و گونه های آن احیا شود، و برای مثال درگیری ها در خاورمیانه از جمله یمن، سوریه، لیبی، افغانستان و میانمار متوقف شود. این بیانیه در پایان با اشاره به اینکه چنین اتفاقاتی اتحاد بین المللی را می طلبد از سازمان ها، گروه ها و نهاد های بین المللی خواست برای تحقق تسامح واقعی و همزیستی مسالمت ها میز در سطح جهانی تلاش کنند.